چند روز بیشتر به کنفرانس ورشو باقی نمونده. این کنفرانس قراره در پایتخت لهستان هفته آینده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور نمایندگان 70 کشور برگزار بشه. با نزدیک شدن روز برگزاری این کنفرانس، نگرانی ها در جمهوری اسلامی ایران هم افزایش پیدا کرده. شعار ما روابط دوستانه با همه جهان است. حتی آمریکا هم اگر توبه کند و از مسیر گذشته خود برگردد و محاسبه دقیق انجام دهد و در برابر مداخلات گذشتهش در ایران عذرخواهی کند و حاضر باشد عظمت و کرامت ملت ایران و انقلاب بزرگ اسلامی ایران را بپذیرد و با احترام با مردم ما سخن بگوید، ما باز هم آماده ایم حتی با آمریکایی که سالیان دراز بر ما ظلم روا داشته است، بازگشت او و توبه او را بپذیریم. البته این تنها حسن روحانی نیست که تلاش دارد مقدمات را برای مذاکره احتمالی با آمریکا مهیا کند. برخی دیگر از سران نظام هم در همین رابطه صحبت‌های کردند. محمد رضا نقوی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، در سخنرانی که در شهر اصفهان به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی کرد، گفت می‌خواهیم با آمریکا دوست شیم ولی آنها با ما دوست نمی‌شن. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم که در قم صحبت می‌کرد، گفت علی خامنه‌ای خواهان اصلاحات ساختاری جمهوری اسلامی در 4 ماه آینده است. محمد جواد ظریف هم در گفتگوی با هفته‌نامه فرانسوی لوپوان، با توجه به اینکه امنیت اسرائیل خط قرمزی برای اروپا، آمریکا و حتی روسیه است، با وقاحتی بی‌نظیر گفت ما که گفتیم اسرائیل رو می‌خوایم نابود کنیم. آیا این سخنان زمین سازی برای مذاکره با آمریکا هستند؟ چرا جمهوری اسلامی ایران از کنفرانس ورشو وحشت دارد؟ نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران چه انتظاری از کنفرانسی که در پایتخت لهستان برگزار خواهد شد دارند؟ این پرسش ها را با حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در شهر هامبورگ آلمان، در میان گذاشتیم. آقای شریعت مداری، آیا در آستانه برگزاری کنفرانس ورشو جمهوری اسلامی خودش را آماده نوشیدن جام زهر جدیدی میکنه؟ بله آقای، همونطور که شما به دقت مسیر رو تعقیب کردید، آقای روحانی هم میگه که آمریکا اگر توبه کنه ما باش کنار میاد. من فکر میکنم اینها کنفرانس ورشو رو خیلی جدی گرفتن و میخواهند علائمی بدن که حداقل در زمان این کنفرانس تصمیم گیری برای شرکت کننده ها سخت باشه. یعنی این دودلی در بینشون به وجود بیاد که عده تحلیلشون این باشه ایران میخواد کنار بیاد و عده بگن نه، و این اختلاف باعث بشه به تصمیم منجر نشه، برای اینکه خیلی از این تصمیم میترسن. من فکر نمی کنم که قصد جدی برای کنار آمدن با آمریکا در سطح اینهایی که حرف میزنن وجود داشته باشه، چون همه اینا نگاه به دهن آقای خامنه ای میکنن و این آقای خامنه ایست که در نهایت این تصمیم را اعلام میکنه و میدان به کس دیگه ای نمیده که در این سطح چنین تصمیم بزرگی رو اعلام بکنه. بیشتر یک نوع تاکتیک به تردید انداختن طرف برای گرفتن یک تصمیم قاطع هست که گمانه‌زنی ها میگه ممکنه به دو گزینه تغییر رفتار و گزینه نظامی بر روی میز سنگینی کنه. و
بنابراین میخوان این تردید رو به وجود بیارن که همچنان در بر پاشنه قدیم به چرخه و گزینه نظامی فقط یک تهدید باقی بمونه و به صورت یک گزینه جدی مطرح نشه. به نظر شما از این کنفرانس چه انتظاری میتوان و باید داشت؟ ببینید، من فکر میکنم که چیزی که کنفرانس ورشو داره تعقیب میکنه اینه که آقای ترامپ سیاست خودش رو بر علیه ایران به عنوان یک سیاست کاملا آمریکایی به همراه چند همپیمان خاورمیانه پیش برده بود. حالا دنبال یک اجماع جهانی است برای اینکه عملا به این نتیجه رسیده که چنین تغییرات بزرگی نمیتواند فقط به حساب یک کشور نوشته بشه و اجماع جهانی بسیار مهمه برای این کار. میخواهد که اروپایی‌ها رو این امکان رو بهشون بده که به این چیز، به این اتحاد بر علیه ایران بپیوندن، و اگر این کار رو نتونه بکنه حداقل بین اروپایی‌های شکاف بزرگ ایجاد کنه و کشورهایی رو در مقابل آلمان و فرانسه و به نوعی ایتالیا که منافع تجاریشون باعث میشه بر علیه ایران بسیار محتاط رفتار کنن، در مقابل این گزینه بگذارد که اگر شما به این اتحاد نپیوندید، کشورهای زیادی از اروپا که چنین منفعتی را همراه با شما ندارند با ما خواهند بود. من فکر میکنم سیاست ترامپ بیشتر به دنبال این هست تا اتخاذ یک تصمیم بسیار بزرگ و یک نقطه عطف بر علیه ایران. این تصمیم بر علیه ایران رو کنفرانس های بزرگ نمیتونن بگیرن. اتاقهای دربسته با هم پیمانان خاورمیانه‌ای میتونن چنین تصمیمی رو بگیرن و احتیاج به این داد و قال وسیع بین المللی برای این کار نیست. چرخش در سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک چند هفته است حداقل که آغاز شده. از این سازوکار مالی آغاز کنیم که ثبت شده، معلوم نیست کی راه اندازی خواهد شد و در هر حال پاسخگوی تقاضاها و خواستهای جمهوری اسلامی ایران نیست. پرونده های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف اروپایی هم چندین تحریم به دنبال داشتند، چه تحریم افراد و چه برخی نهادها. بیانیه اخیر اتحادیه اروپا هم سیاست های موشکی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده. آیا این تغییرات نتیجه نگرانی اروپا از سیاست‌های جمهوری اسلامی است یا نتیجه فشارهای دولت آمریکا؟ نه خیر، ببینید، عوامل بسیاری هست که این نزدیکی رو ممکن می‌کنه. اولا دعوایی که اروپا با آمریکا داره صرفاً دعوای ایران نیست، دعواهای مختلفی است، ولی مهمترین دعوا اینه که در دوران جدید این ادعای آمریکا برتر از همه در سیاست خارجی با مقاومت کشورهای بزرگ اروپایی مواجه شده و اونها آمریکایی رو میخوان که هم پیمانشون باشه و هم اونها رو در صحنه جهانی حمایت بکنه و هم از اونها حمایت بخواد در سیاستهای بزرگی که میخواهد در صحنه جهانی بر علیه روسیه، چین و ایران اعمال بکنه. خب ادمنستریشن ترامپ و خود ترامپ چنین عقیده‌ای ندارن. اونها میگن آمریکا به قدری قوی و بزرگه که میتواند بقیه رو به دنبال خودش بکشونه. این دعوا سایه افکنده به دعوایی که بر سر ایران هست و منافع اقتصادی که با ایران دارن، ولی از سوی دیگر در ایران یک لابی نظامی جاهل یا نادان، البته وقتی این رو میگم بر علیه منافع خود نظامه، وگرنه این جهل شاید در نهایت به نفع ما باشه برای اینکه نمیگذارد این نظام یک پارچه باشه در سیاست‌های خودش و به اجماع برسه. به هر صورت این گروه نظامی دائما موشک‌ها رو آزمایش میکنن، دائما ماهواره پرتاب میکنن، دائما امنیت اروپا رو به نوعی تهدید میکنن و علنا میگویند که ما موشکهایی رو داریم تحریزی میکنیم که دیگه حالت تدافعی نداره، حالت تهاجمی خواهد داشت،
و در کنار اون اقدامات که برای ترور در سطح اروپا کردند و میکنند. همین دیروز خبر رسید که در برلین 3 نفر نقابدار یک ایرانی رو مضروب کردند و بنابراین اروپایی ها در مقابل این حالت تهاجمی که حکومت ایران گرفته و اگر بخشی از اون هم عمل میکنه، بخش دیگری به قدری یا ناتوان هست و یا همراه هست از لحاظ ایدئولوژیک که این اقدامات رو بعد از اینکه عمل شد توجیه میکنه. ظریف و روحانی میخوان بیرون اینطور خرج کنن که این اقدامات برای تضعیف دولت اونهاست و به اونها ربطی نداره، ولی هم اقدامات موشکی ایران رو و هم ترور رو هم در حقیقت به نوعی توجیه میکنن و به نوعی در صحنه بین المللی تایید میکنن که نمیشود چنین ظنی رو داشت که این دو جناح در مورد این اعمال جدا از هم هستن. مضافن که ما میدانیم این تصمیمات در عالی ترین سطح تصمیم گیری در اتاقهای فکر مربوط به رهبری گرفته میشه، شورای امنیت ملی ایران این تصمیمات رو میگیره و آقای خامنه ای در پشت همه این تصمیمات است. بنابراین این توجیه اروپا رو به تدریج قانع نمیکنه و اروپایی ها که میخواستن خودشون رو به یک نوع خوشباوری بزنن و قبول کنن که در این نظام دو جناح هست و منافع دو جناح با هم فرق داره و یک جناح به اروپایی ها نزدیک تره، یواش یواش به این نتیجه میرسن که این تئاتر بزرگی است که فقط دارن اونها رو اغوا میکنن و هر دو جناح در سیاست های کلان نظام که در اختیار رهبری است همسدان، هم ترورها رو تایید میکنن، هم مسابقه تسلیحات نظامی ایران رو پشتش هستند و هم در ماجراجویی های منطقه‌ای با هم تفاوتی ندارن و بنابراین این حقایقه که در حقیقت اروپا رو میترسونه و خواه ناخواه با وجود همه اختلافات که با ترامپ دارن به ترامپ نزدیک میکنه. شما آقای شریعت مداری اشاره کردید به یک اتاق فکری که باید در منطقه به وجود بیاد برای تغییر نظام در ایران یا حمله احتمالی به ایران. یک خبرنگار فلسطینی چند روز پیش به من گفت که جمهوری اسلامی معجزه‌ای کرد، توانست اسرائیل و کشورهای عربی رو برای همکاری در یک کنفرانس در کنار هم قرار بده. بله، ببینید اسرائیل آرزویش این بود که با اعراب صلح بکنه و بعد از جنگ با اعراب با ناصر و مصر بتواند که دل اعراب رو به دست بیاره. به هیچ وجه این کار ممکن نبود. حتی در موقعی که صلح در مقابل زمین از طرف سعودی ها مطرح شد و اسرائیل قبول کرد که دو دولت فلسطین و اسرائیل در اراضی فلسطینی تشکیل بشن و اراضی اسرائیلی تشکیل بشن و به رسمیت شناخت این قضیه رو، در حقیقت عربستان سعودی سردمدار مخالفت با اسرائیل بود. این فقط معجزه ولی فقیه و اقتصاد مقاومتی و سیاست تهاجمی اون و کشیدن صندلی از زیر پای شیوخ عرب بود که این آرزوی بزرگ اسرائیل رو متحقق میکرد. البته به نوعی در سطح منطقه اگر ببینیم یکی از سنگ های بزرگ صلح آینده، اگر اعراب واقعا فراموش کنند این کینه رو و به سمت صلح برن، در حقیقت بنا شده برای اینکه نظام ولایت فقیه پایان نیست و ایرانی ها هیچ مسئله ای با اعراب و اسرائیل ندارند و جامعه دموکرات ایران در آینده میتواند با هر دوی اینها به صلح و صفا زندگی کنه و بنابراین پایه های عملی یک صلح دراز مدت به نحوی داره پایه‌ریزی میشه، هرچند که از جیب ما و با خسارتی که به ملت ایران وارد شده و با اون که ولی فقیه و جمهوری اسلامی به سر ایرانیان آوردن. ولی اگر در یک سطح جهانی و دراز مدت ببینیم، باید ما طرفدار این دوستی اعراب و اسرائیل باشیم. البته این دوستی نباید به حمله نظامی به ایران منجر بشه، با کمال قوا باید در مقابل چنین دشمنی بایستیم اگر
به این حد بخواد تجاوز کنه. و به نظر من اپوزیسیون ایران باید یک هیئت صلح درست کنه بر چنین مواقعی و از دول متخاصم بخواهد که فرصت بدهند تا ما این نظام ولایت فقیه رو از صحنه دور بکنیم و مقدمات یک آشتی دراز مدت و مبتنی بر خواست واقعی ملت ایران رو هم با عرب و هم با اسرائیل پایه برسیم. نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیروهای مخالف ایرانی در رابطه با کنفرانس ورشو میشه به سه گروه تقسیم کرد. اونهایی که در هر صورت مخالف برگزاری اینچنین کنفرانسی هستند و اون رو پیش درآمد یک حمله نظامی به ایران میدونن. گروه دیگری که این کنفرانس رو بسیار مثبت و مهم ارزیابی میکنن و گروه سومی هم که میگوید بدون حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این کنفرانس یک خروجی مثبتی نخواهد داشت. به نظر شما کدوم یک از این سه نظریه بیشتر به واقعیت نزدیک هستند؟ بله، ببینید، اون که باعث یک چنین توهمی میشه در حقیقت این تصور خود جمهوری اسلامی بود که این کنفرانس شبیه کنفرانس گوادلوب برای تعیین جانشین برای این نظام هست. واقعیت اینه که اپوزیسیون هنوز به داشتن یک آلترناتیو سراسری متحد فرا نرویده و هنوز این به وجود نیامده. بنابراین کشورهای رقیب ایران حتی اگر بخوان طرف خطابی مانند اون چه در گوادلوب پیش آمد ندارن و چلبی سازی و ساختن یک آلترناتیو مصنوعی هم با توجه به وضعیت ایران به خوبی آمریکایی‌ها و عرب و اسرائیل میدونن که موفقیت آمیز نیست در ایران و فکر نمی کنم که چنین خطای بزرگی رو مرتکب بشن. بنابراین من این گمان رو دارم که بخشی از اپوزیسیون هم دچار توهمی شده نسبت به نتایج چنین کنفرانسی و فکر میکنه که تصمیمات بسیار عجیبی در این کنفرانس به خصوص نسبت به جانشینی آینده نظام خواهد شد و مثلا یا سلطنت طلبا یا مجاهدین رو انتخاب خواهند کرد یا با بخش نظامی جمهوری اسلامی کنار خواهند آمد. من فکر نمی کنم کنفرانس های بزرگ جای یک چنین کارهای عجیب و غریب و سری باشه. اگر بنا بود چنین اتفاقاتی بیفته، اونطور که گفتم، مانند گوادلوب باید کنفرانس محدود در اتاقهای دربسته میشد و موقعی میشه که اپوزیسیون یک چنین قابلیتی رو از خودش نشون داده بده. به هر صورت ما هنوز اپوزیسیونی که در برگیرنده همه بخشهای ایران باشه و خودش رو جرأت کنه آلترناتیو این نظام اعلام کنه و مورد پذیرش مردم باشه نداریم. کوشش هایی در این زمینه از همه بخش ها میشه ولی هنوز به چنین نتایجی اپوزیسیون نرسید. با سپاس از همراهی شما. خواهش میکنم.